سلام علیکم، چطورین رفقا؟ خوش اومدین به یه قسمت دیگه از گپچه. امروز حالم خیلی خوبه، پر از انرژی ام، پر از حال خوبم. اومدم توی تراس، گفتم این حال خوب و این انرژی خوب و که این روزا توی من جریان داره، این عشق رو به شما هم انتقال بدم. واقعا تک تکتون عشقین، خودتون یه جریانین توی این زندگی و این حال خوب شما به منم انتقال داده میشه. منم خواستم تک تک اتفاقایی که برام میفته، تک تک حال خوبو امروز تو این ویدیو باهاتون به اشتراک بذارم که شاید بتونم یه مقدار کوچیکی هم که شده حال شما رو خوب بکنم. میدونین به چه نتیجه رسیدم؟ به این نتیجه رسیدم که باید خودمون رو دوست داشته باشیم. وقتی خودمون رو دوست داشته باشیم، به هر آن چیزی که میخوایم تو این زندگی میرسیم، چه مادی چه معنوی، هر چیزی. واقعا از دوست داشتن خودمون میاد این داستان و باید خودمون رو دوست داشته باشیم. امروز میخوام یه سری حرفا رو باهاتون بزنم، شاید یه مقدار توصیه بشه، نصیحت بشه. البته که نصیحت هیچ کس خوششون نمیاد، منم دوست ندارم کسی منو بشینه اینجوری واقعا مستقیم نصیحتم بکنه. نصیحت نگیم اسمشو، هر چی که خودتون دوست دارین اسمشو بذارین اسمشو توصیه. میخوام توصیه کنم که هیچ وقت دنبال پول ندوین. چرا که انقدر درگیر دویدن دنبال پول میشیم، متاسفانه یا خوشبختانه هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم، خودمون رو فراموش میکنیم، یادمون میره ما کی هستیم، چی هستیم، از کجا اومدیم و قرار به کجا بریم. حالا نیاییم بگین که آقا داری میگی پول اصلا مهم نیست، مادیات اصلا مهم نیست. نه، همچین حرفی نمیزنم اصلا، بعد متوجه نشین حرف منو. هر چیزی جای خودش. اتفاقا پول خیلی مهمه، مادیات خیلی مهمه، توی این شرایط، توی این جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم، همین استانبولش، خیلی شرایط مهمه. ولی باید اینو ببینیم که مهمتر از پول خود ماییم، جسممونه، روحمونه و اینه که باعث میشه که اون پوله، اون مادیات، اون معنویات شکل بگیره، به اون چیزایی که میخوایم برسیم. خیلی جالبه، تازه دارم فاز این گپچه رو میفهمم که چجوری باید برم جلو. احساس میکنم گپچه باید جایی باشه که با هم یه مقداری حرف بزنیم، یه مقداری حال خوبو من به شما انتقال بدم، یه مقداری شما اون انرژی، اون حرفایی که تو دلتون هست رو به من انتقال بدید. خیلی دوست دارم اگه با حرفا موافقین برام کامنت کنین، اگر موافق نیستین یا حرفی از تو دلتون یا چیزی که میتونه روی من تاثیر بذاره یا روی بقیه تاثیر بذاره حتما برام کامنت کنین، چون که این صحبت کردن متقابل باعث میشه که تک تکمون به خودمون و به اطرافیانمون چیزی رو اضافه بکنیم. به نظر من به هممون کمک میکنه. برگردیم سر اصل مطلب، از مطلبمون دور نشیم. یه روزی یه بنده خدایی برگشت به من گفت تا زمانی که دنبال پول بدویی، پول ازت فرار میکنه. راست میگفت، واقعا پول ازت فرار میکنه. همین چند وقت پیش، زیاد دور نیست، 2-3 سال پیش، من خودم خیلی به این قضیه فکر میکردم. انقدر فکر میکردم که همش زندگیم شده بود که خب اجاره این خونه رو چجوری بدم، الان پول آب و برق و گاز فلان میشه، اینو باید اینجوری پرداخت کنم، اونو اونجوری باید پرداخت کنم، انقدر پول میخوام فلان چیزو تهیه کنم، همش پول. بابا بسه، چقدر میخوای به پول فکر کنی؟ تا زمانی که انقدر به پول فکر کنی، یعنی به مقدار پول، به هزینه‌ای که می‌خوای بکنی، به کاستی که داری در ماه فکر بکنی، این پول بهت نمیاد، نمیرسه، چون که اصلا نمیذاره تو فکر کنی به چیزهای دیگه، ایده دیگه ای توی ذهنت نمیاد. انقدر داری به پول فکر می‌کنی، تا زمانی که پولو از زندگیت نندازی بیرون، نمیگم پول نیاز نیست، نه، تا زمانی که نذاریش یه گوشه و فوکس نکنی رو کارهایی که داری می‌کنی، روی حرفایی که قراره بزنی، روی ایده‌هایی که داری، نمیتونی به اون چیزی که میخوای برسی، حتی همون پوله. زمانی که به این کار خیلی فکر میکنید، یعنی همون پول در آوردن، زمان از دست میدید. این پشت سر صداه، مدرسه است اینجا، بعد این بچه‌ها و اینا دارن سر صدا میکنن، امیدوارم که صداش خیلی کم باشه. ولی زمانی که به پول فکر میکنید، آره، زمان از دست میدید. منم خیلی سعی کردم که به پول فکر نکنم، تمرینش کردم و این باعث شد که، نه اینکه فکر نکردم به پول باعث بشه پول بیاد، نه، فکر نکردم به پول باعث شد یه زمانی آزاد بشه توی مغز من که بتونم به کارهای دیگه فکر کنم، بتونم روی ایده هام تمرکز کنم، بتونم روی پروژه هام تمرکز کنم و بتونم تو اون مسیر پیشرفت کنم. چون تو اون مسیر باشیم، باعث میشه که به سمت شما پول بیادش. باید خودمون باشیم دیگه، پول همیشه میاد میره. قبول دارین هیچ وقت شده که لنگ خیلی پول باشین؟ لنگم بودیم، بالاخره یه جوری جور شده، از یه جایی دقیقه 90 رسیده، تونستین اون چیزی که میخواین یا تهیه بکنین یا اجارهش بکنین یا بخرینش یا هزینهش بکنین، بالاخره اومده. از قدیم گفتم پول چیزی که کف دسته، میاد و میره و زیاد نباید بهش فکر کنیم، خیلی نباید صفت بچسبیمش، خیلی صفت بچسبیمش، یه جایی خیلی صفت از همون میره قشنگ این پوله. نمیگم من حالا توی این قضیه خیلی پرفکت شدم، ولی سعی کردم این تجربه رو بهتون بگم، یعنی شما هم استفاده بکنید. من خودم دارم یاد میگیرم. به نظر من همه آدم ها، چه توی 20 سالگی، چه توی 30 سالگی، حتی 40 یا 50، باید یاد بگیرن. هر روز باید یاد بگیریم که چجوری زندگی بکنیم، چجوری به چیزایی که میخوایم فکر بکنیم. باید یاد بگیریم که به نظر من قشنگ زندگی کنیم، قشنگ تک تک این انرژیایی که توی آسمون هست، قشنگ تک تک انرژیایی که توی این درخت ها، توی این انسان ها، تک تک
جاهایی که وجود داره رو دریافت بکنیم، سعی بکنیم حال خودمون رو خوب کنیم. تو یکی از پادکستامون صحبت کردیم، حالا فکر نکنیم میگیم آقا بشینین دعا بکنیم، بگیم که خدایا به ما پول برسون، خدایا انرژی ها رو وارد بدن من کن که من حالم خوب بشه، همچین چیزی نیست. تو یکی از پادکستامون با قضا صحبت کردیم، گفتیم که آقا این نیست که بشینیم برگردیم بگیم که خب انرژی ها باعث میشن که ما به اون چیزی که میخوایم برسیم، نه اصلا این نیستش. انرژی ها فقط باعث میشن که تو بتونی تلاشتو بیشتر بکنی، بیشتر بدوی. تو باید بدوی، دعا بکنی، حال خودتو خوب بکنی، بهش فکر بکنی و تک تک این انرژی ها رو وقتی بدی و خودت هم تو اون مسیر قرار بگیری، تلاش بکنی، باور کنید که بهش میرسید. فقط باید باورش بکنید. نمیخوام این چنل رو میگم انگیزشی باشه و نمیدونم آموزشی، نمیدونم انرژی ها و کائنات این چیزا باشه. توی ویدیوی قبلیم توی کمالگرایی هم برگشتم گفتم دوست دارم که حال خوبمو توی یک پارت مثل گپچه بهتون انتقال بدم. شاید این تجربه من باعث بشه که حال شما خوب بشه، شاید تجربیات شما توی اون کامنت ها، نظرات و حرفایی که به من میزنید باعث بشه که مسیر بهتری توی زندگی من به وجود بیاد، کلا جایی برای گپ و گفتگو کردن. در کل میخوام بگم که صبور باشید و موضوع بعدی که باعث میشه که به اون چیزی که میخواین برسین صبور بودنه. من خودم آدم اصلا صبوری نیستم، هنوزم که هنوز صبور نیستم. مثلا سر همین چنل یوتیوبه فکر کنم خیلی چشامو ریز کردم، امیدوارم که آی کانتکتمون برقرار باشه، چون که یه مقداری نوره داره به زمین میخوره برمیگرده زیر چشام و باعث میشه که چشمام یه مقداری ریز بشه. من خودم آدم صبوری نیستم، نبودم و دارم سعی میکنم که صبور باشم. مثلا سر همین چنل یوتیوب چرا ویو نمیگیرم، چرا مانیتایز نمیشم، کی پول میاد، کی ویو زیاد میشه، کی انقدر این کیا رو میگم، انقدر درگیرش میشم که یادم میاد که بابا تو باید ویدیو تو بذاری، تو باید تلاش بکنی. انقدر درگیر این موضوع عدد و رقم ها میشم که بیخیال کار میشم، بیخیال این میشم که موضوع پیدا کنم، بیخیال ایده میشم، بیخیال بهتر شدن خودم میشم. نباید عجول باشیم، باید سعی بکنیم که زمان بدیم. همین زمان است که باعث میشه شکل بگیری تو. همین فشارهایی که مثلا از سر ویو نگرفتن، از سر پول در نیاوردن یا خیلی چیزهای دیگه، یعنی فشارهایی که بهت باعث میشه تو بزرگ بشی. اصلا یه مثالی هست که میگن آقا الماس توی فشاره که الماس میشه، یعنی الماسی وجود نداره، انقدر بهش فشار وارد میشه که الماس به وجود میاد. تو همون الماسه ای، فقط باید یه مقداری به خودت فشار بیاری که بتونی شکوفا بشی. من خودم دارم روی خودم کار میکنم، روی صبور بودنم. ببینید اگر به چیزی نرسیدید، حتی اون موفقیت کوچیکه یا اون موفقیت بزرگی که تو ذهن هممون هستش یه قراره یک روزی بهش برسیم، حتما زمانش نرسیده. بذارید توی اون زمانش اتفاق بیفته. عجول نباشید. تا زمانی که عجول باشید از بقیه کارها، از بقیه ایده ها، از بقیه داستان ها عقب میمونید. این روزا حالم خیلی خوبه، شاید باورتون نشه، انقدری خوبه که نفس که میکشم تک تک این آسمون و درخت و تار عنکبوت و پرنده‌ای که از این پشت میگذره و خاک زیر پا ما، همه رو حس میکنم. انقدر حالم خوب میشه که نگم براتون. امیدوارم که این حال خوبو همتون درک بکنین، همتون حس بکنین، نفس عمیق بکشین، حالتون خوب میشه. اینو واقعا میگم. توی این مسیر دو نفر به من خیلی کمک کردن، غزال، با حرفایی که با هم دیگه میزنیم، صحبتایی که با هم دیگه میکنیم، و بعد از اون حسین اورا با ویدیوهایی که میسازه، با مدیتیشن هایی که میکنیم. الان من تقریبا هر روز دارم 15 الی 20 دقیقه مدیتیشن میکنم، دارم خود واقعیمو بیشتر میشناسم. این عنکبوتی که الان داره اینجا راه میره، همه اینا رو وقتی خوب درک بکنی میتونی بفهمی که اصلا زندگی چیه، قراره به کجا بری، قراره به کجا برسی. بزرگ میشی دیگه، توی این مسیر بزرگ میشی. امیدوارم که این حال خوب من به شما منتقل بشه، امیدوارم که شما هم بتونین از این حال خوب استفاده بکنین، تلاش بکنین برای بهتر شدن خودتون، دوست داشته باشین خودتون رو، و وقتی خودتون رو دوست داشته باشین میتونین به هر چی که میخواین برسین. دمتون گرم، امیدوارم سریعتر توی ویدیوهای دیگه ببینمتون. تا ویدیوی بعدی، فعلا.